بفرمایی. عکس‌ها رسیدن قربان. خوبه اطلاعات همشونو داری؟ چیزی که از قلم نیفتاده سورتیج؟ نه قربان همیشه تحت کنترله، فقط جسارتا من فامیلیم سورتیجیه کاملش. الان چیزای مهمتری وجود داره. بله خوبه، بالاخره بعد از 6 ماه همه یه جا جمع شدن، حالا وقتش. صبر کن، این مردم سر میز بود قربان، به صورت اتفاقی افتاد تو عکس‌ها. همه عکس‌ها همینه سورتیج؟ به درد بخوراش. گوش کن سورتیج، من همه عکس‌ها رو میخوام، مخصوصا اوتیای این یارو که توش واضح تره. بله قربان، آدم مهمی؟ برای من آره، خودش شیطونه. فکر نمی کردم دیروز بیاین، غافلگیر شدیم. حرفا چیه؟ وظیفه است. بعد روز تشییع می اومدم، دیر خبرم کردم. این روزا هیچ کس وظیفه ای نداره، هرچی هست اونم از سمت شما لطفه. هیچ کس دستشو نگرف، یه روزم دوام نیورد، دق کرد. آره خدا بیامرز غرورش شکست. همین الان یه بخش بزرگی از بدهیمون به شماست. بعد مراسم میخواستم برسم خدمتتون تا فروش کارگاه مهلت بگیره. فروش کارگاه؟ مگه کسی واسه اداره کردنش نیست؟ خب خودتو اون وقت چیکار میکنی؟ جز کارگاه چیزی برامون نمونده، البته اونم نصف بدهی ها رو پوشش میده. آقا جونم همین ها رو فهمید که ببین، اگه خواستم بیای اینجا از خاطر اینکه یه کار مهم باید دارم. تو میتونی روی یه وام بلند مدت حساب کنی برای پرداخت بدهیات. این بازار خیلی به حاج سیادت مدیونه، اگه میشه خانوادش تنها بمونه. فقط ای کاش خودشم باور میکرد که اگه یه دستی رو زانوش میزد و یا علی میگفت، خیلی دستش رو میگرفتن. نگرفتن آقای سالار، نگرفتن. گریه نکن من، گریه نکن. الان همه چشاشون به پسر آج سیادته، نظر سرخی چشمتو ببینن. گریه مرد مال وقت تنهاییشه. از مرکز به یاور یک، از مرکز به یاور یک. بله مرکز، بگوشم. قربان مستظر باشی، طبق اعلام یاور 2 و 14 کلیه موارد 5-12 جمع‌آوری گردید، در حال انتقال به 5-29 هستم. مرکز 5 رو شنیدم. متشکرم. بفرمایید. قربان بعد از 6 ماه کار شبانه روزی بالاخره گرفتیمشون. اینم از آخریش. که وقتش قربان یه استراحت جانانه بکنی. خسته نباشید بچه ها. تو این 6 ماهی که قربان در خدمتتون بودم گفتم بالاخره امروز میتونم لبخند شادی رو لباتون ببینم. آخه قربان ما بزرگترین باند قاچاق خاورمیانه رو دستگیر کردیم. تو چرا مثل روزنامه چی یا حرف میزنی؟ آره اگه هنوز امروز صبح بود حالم فرق میکرد، اما الان اصلا وقت خوشحال شدن ندارم. عکسایی که صبح گفته بودم حاضرن؟ بله قربان، همونطور که خواستین دادم چاپش کنه. سورتیج. بله قربان. خودت برو پیش تا یه ساعت دیگه روی میز من باشن. اگه انداختن فردا و پس فردا خودت هم نیا، متوجه شدی؟ بله قربان.
سلام. علیکم سلام. مهمون داریم. الان تو اتاق منه؟ بله. عصفوری. میگفتید من خدمت برسم. سلام. بی خبر، بی مقدمه. چیزی شده؟ اومدم از شما بشنوم. همه چی امن و امانه. دوستان مشترکمون اینطور فکر نمیکنن. شما بهشون بگین اشتباه میکنن. راستش من خودم بیکم نگران شدم. من اون اتاق کنترل میکنم. مطمئن باشی. ببین. اومدم بهت بگم که اگر اون صندلی نشینی همه برنامه که برای آینده داریم به هم میزه. همه چی هم دست من نیست. خیلی ها هستن که از انتخاب مدیر عامل نینوا ناراحت هستن. به نفع تو هم نیست ناراضی بمونن. میفهمم. هیچ کس به اندازه من برای نشستن روی اون صندلی برنامه نداره. شما بحثت فقط پوله، ولی بحث من تغییری سیستمه. بهشون بگین به زودی همه چی عوض میشه. چند دقیقه است که گذشته؟ قربان حدودم 50 دقیقه میشه رفته داخل ساختمون. مطمئنن میخواد فلنگو ببنده و در بره. نمیتونه قربان، اطراف ساختمون مأمور گذاشتی. از این مارمولای که هر چیزی بگی برمیاد. بریم دنبالش قربان؟ نه نمیخوام بویی ببره. بری دنبالش، فهمیده داره تعقیب میشه. دریافت شد قربان. که از چیزی خبر نداره. وقتی حرفه‌ای باشی مطمئنی که همیشه دوتا چشم دنبالته. مشکلی پیش اومده، یه ذره پول احتیاج دارم. یه جوری که بابا نگران نشه میتونی بگی یه ذره پول بریزه به کارت. من بیمارستانم. نه خودم خوبم. مامان خوبم. من زنگ میزنم بهتون. خدافظ. ببریدش اتاق اول. ممکنه عمیق‌تر از اون چیزی باشه که به نظر میرسه. سریع سریع. همراه شما این؟ بله. اون خانم فرم پذیرش رو پر کن. شانس آوردی زود رسوندیش. هنوز خون زیادی ازش نرفته. بفرمایید. ما فقط به یه تضمین احتیاج داریم. پیشنهادتون جذاب بود. هم برای برادرام
هم برای چند شریکی که این روزا تو تجارت فرش حرف اولو میزنن. توی مدت اگه از سرمایه گذاری اجتناب کردیم بابت ورود نکردن به کاری بود که خب سرشی نداریم. بله. حرف فرش که وسطه، خب میدونیم از کجا میاد، کجا میره، چقدر کی داره توش میخوره. سرمایه گذاری عمرانی خب یه قصه دیگه است. بله بله. فرق من با بقیه شاید این باشه که تضمین نمیدم. البته با شناختی که از شما و برادرتون دارم مطمئنم که حلال و حرام سودی که به دست میاریم براتون خیلی مهمه. این پیشنهاد مسکن سازی که بهم رسید، پیش خودم فکر کردم شاید یه در جدیدی برای تجارت برامون باز شده. البته من خودم هنوز این ور دارم، هنوز نمیدونم که چقدر سود ممکنه برای سرمایه گذار داشته باشه، ولی این اطمینان رو بهتون میدم که حداکثر تلاشمو بکنم که شما به سود بیشتری برسیم. به برادرتون بگید حرف سالار اینه. تضمین دیگه از این محکمتر؟ من باشون حرف میزنم. جالبه آدم با شما حس بودن توی یه جلسه سخت رسمی رو نداره. پرت شدم به 15-20 سال پیش، حجره حاج هاشم سالار. اولین باری بود که همو دیدیم. خوشحالم که این ازت میشنوم. مرام و مسلک ما هنوز از همون جنسه. ابعاد کاریمون گسترده تر شده، ولی اعتماد و اطمینان بین ما هنوز از همون جنسه. حتما همینطوره. ببخشید، بهشون گفته بودم که جلسه دارم، ظاهرن مطلب مهمیه. ببخشید. بله گفتید که جلسه دارم. باش وصل کن. وصل کن. سلام رایله. ببخش وسط جلسه‌ت، لیلا زنگ زد انگار یه مقدار پول لازم داره. نه ببین میتونی بگی الان براش پول بریزن؟ مثل که من یاد نگرفتم هیچ وقت چیزی رو ازت پنهون کنم. یه اتفاقی افتاده، از تو بیمارستان زنگ زد. نه خودش که خوب بود، به منم نگفت چی شده، نمیدونم. ببین فقط بهش زنگ بزن ببین کجاست، فقط اسم بیمارستان رو بهم بگو، من منتظر تلفنتم. خداحافظ. ببخشید. بفرمایید، میل کنید. تا بهش فکرم نکن. جناب سروان مسله، دوست قدیمی خودم، همیشه غافل گیرم کردی. خیلی وقتی که از سروان بودنم گذشته. یادم قدیما وقتی میخواستن تو حریم شخصی آدم ها وارد بشن یه مجوزی، حکمی، چیزی لازم بود. جاسم نمیخواد برامو لفظ قلم حرف بزنی. سورتیج قربان. مجوز او وقت به چه جرمی؟ فعلا هیچی، سرکشی به یه مظنون همیشگی. خیلی وقت گذشته جناب سروان، فکر کنم تا حالا باز سرهنگ میشدی. جاسم تو نه قبل درسته نه بعدت. ما حالا سرگردم، سرگرد مسله. برا تعریف کرده، برای شلیک شتاب زده به یه آدم بیگناه جلو ترفیشه گرفتن؟ اون گلوله باید به مغزش میخورد، اما خورد به پاش و چلاغش کرد.
بیا یه قصه قدیمی فراموش کنیم. ما دیگه او آدم گذشته نیستم، زندانان رفتم، پاک پاکم با یه پای لنگ. تو هم مکافاتاتو دیدی، از سنمون گذشته ای کارا. برای چی برگشتی ترونجا سم؟ به تو چه مربوطه؟ خب برای یه سری کارهای حقوقی و خانوادگی و ارث و میراث و یه جور چیزات جناب سروان. ما همون جناب سروان عجول و شتاف زده و عصبی خودم بیشتر دوست داشتم. سنم 50 گذشته، دیگه حوصله یه کارهایی ندارم. طوری از او کارا حرفی زنی که انگار داریم توی اتوبان لایی میکشیم. تو این سالایی هم که همون ایدیم دنبالت کردم. 8 سال سابقه زندون برای همدستی با باند بزرگ مواد مخدر تو 3 کشور حاشیه خلیج فارس، 5 سال زندون برای دخیل بودن تو قاچاق چیزایی که حتی شرمم میاد اسمشو به زبون بیارم، سابقه زر و جر، زورگیری و بازم زندون. چیزی رو که جان انداختم جاسم خان. اینایی که خودم بلد بودم امو. تازه چه خبر؟ ما مجازات همه گناهام کشیدم، حالا پاک پاکم مثل یه بچه ای که تازه از ننش متولد شده باشه. تازه جناب سروانمونم بد نیست اینه بدونه که توی حبسا به خاطر حسن رفتار زودتر از موعد بخشیده شدم. خب حالا چی داری علیه ما به جز یه مش اراجیف؟ مثل همون دفعه قبل که بیدلیل و بیجهت پام ناقص کردی زندگی خودتم. البته به خودت هنچی بد نگذشته همون ها؟ جاسم تو بی خود جای آفتابی نمیشی، پس حواست جمع کن. حواسم بده است هر جا باشی پشت سرتم. چیزی علیه همو نداری؟ خب فعلا ندارم جاسم، فعلا ندارم. اما مواظبتم، نمیذارم توی شهر درد سر درست کنی. یه سرسوزن بده اعتماد ندارم، گولتو نمیخورم. اینقدر پشت سرت میام تا گیرت بندازم و بفرستمت پشت میله‌های زندون. اینجوری خیالم راحت تره. به این میگن کینه شخصی، انگیزه های شخصی. نگو رو بام هرچی میخوای اسمشو بذار، ما میدونم چی میگم، تو هم میدونی. یه کار نیمه تمومه که به خاطر تموم کردنش سالهاست خواب درست حسابی نداشتم. اما جاسم بالاخره تمومش میکنم و یه سر راحت رو بالش میذارم. باشه مختاری، از ما به تو نصیحت، داری وقت تلف میکنی. الانم کم کم داری حوصله‌ام سر میبری. بهتره قبل از اینکه هوس کنم حکم ورودت دقیق تر ببینم بری جناب سروان. چه خبر شده؟ خانم تو رو خدا من کاری نکردم. خانم آقا کجا منو میبرید؟ شما بهشون بگید به این دوزنی که تو خودت زحمت کشتم و چون کندم رنگ کنید. صبر کن ببینم چه خبر شده. داخل یکی به منم بگه. خانم دستم به دامنتون نذاری بزنی منو ببرن. این آقا تماس گرفتن. شوهر من متاسفانه شوهرتون گزارش دادن امروز صبح 8000 دلار پول نقدشون مفقود شده. خونمو دزد زده، پلیس خبر کردم. نظر خانم شما یه چیزی بگین. آقا مال چه به 8000 دلار؟ خیلی خوب خیلی. ما البته اتاقشون رو گشتیم ولی چیزی پیدا نکردیم. 2 ساعت وقت داشتم پول از خونه بردم بیرون. ما که از خونه بیرون نرفتیم. خیلی خوب آروم باش. آه شاید پول گذاشتن تو اتاق خانم.
چطور ممکنه عزیزم؟ من تا همین یه ساعت پیش خونه بودم. جام سروان، من دیگه مزاحمتون نمیشم. خودتون پرونده رو بگیرید. خدا حافظ. بابا سلام. سلام. شما چرا اومدین؟ چی شده؟ به مامان گفتم خودم از پسش برمیام. میدونم از پسش برمیاد. چی شده؟ اتاق عمل هنوز. میرم اونجا. چی شد؟ تعریف میکنم حالا براتون. فقط نگرانم یه نفر به خاطر من جونش رو به خطر انداخته باشه. ببخشید اگه سوالی هست من در خدمتم. نه سوالم تمام شده بود. خیلی ممنون. خطر رفت شد. میشه دقیق تر بدونی چه اتفاقی افتاده؟ چند دقیقه دیگه بیاید اتاق من. عمل خیلی خوبی بود. از خدا داریدش. خدا بله. سلام جناب سرهنگ، خسته نباشین. بله قربان، حکم قضایی رو گرفتم. نه نه، خیالتون راحت باشه. بله قربان. فقط جناب سرهنگ، میخواستم ازتون اجازه بگیرم اگه میشه از اون یکی ساختمون استفاده کنم. بله قربان، اونجا راحت تر میتونم پرونده رو رسیدگی کنم. چشم قربان، به موقعش گزارش پرونده رو خدمتتون میارم. خدا نگهدار. شانس آورده. زارب اگه 2-3 سانت بالاتر رو زده بود، کارش تموم بود. به نظرم حرفه‌ای بوده و میدونسته که داره کجا میزنه. شما پیشش میمونی؟ بله هستم من. خانم نمیتونه شب توی بخش بمونه. آخه بابام نه نه نه، نگران نباش. زنگ میزنم به جواد بیاد پیشش. آقای دکتر این کارت منه. اگه کار چیزی داشتیم بهم زنگ بزنیم. نمیخوام چیزی واسه این جوان کم گذاشته بشه. حتما آقای سالار. خیالتون راحت باشه. ممنونم دکتر. خداحافظ. خدا نگهدار. مجید رو برده؟ نه، من نذاشتم، اما براش پرونده تشکیل دادن. مجبوریم اعظم خانم رو اخراج کنیم. آره، فکر کنم چاره دیگه ای نداریم. با این نمایش احمقانه جنابالی راه دیگه‌ای برامون نمونده. حیف شد. طفلی اعظمه خوب کار میکرد. با آژان کشی میخوای زهر چشم بگیری؟ من از دست این ناخونک زدنهای تو خسته شدم. خیلی. این پولا رو کجا خرج میکنی؟ سرمایه گذاری میکنم.
برای خودم. این روزا همه دلار میخرن، تو با دلار کجا سرمایه گذاری میکنی؟ به خودم مربوطه. در ضمن اون تهدیدتم برای گشتن اتاق من دیگه خیلی زیاده روی بود. این دفعه مستقیماً میفرستمشون سر وقت. مواظب کارات باش. فکر میکنی من همینطوری دست رو دست میذارم؟ من مثل رقیبای کاریت نیستم که واسه جواب دادم بهت هزار جور قید و بند اخلاق و دین و چیزایی دیگه میارن. یه کاری نکن که بگم بچرخ تا بچرخیم و تا تهش پا به پات بیام. چرا ازم جدا نمیشی؟ پدرت ازم خواست، یادت نیست؟ نشست روبروم بهم گفت میخوام تا آخر عمر کنار پسرم بمون. به قولای زیر 18 سال چندان اعتماد نم. من به تو میگم. حرفای بعدش چی؟ بیا حالا که دستمونو تو دست هم گذاشتن با هم دیگه دنیا رو عوض کنیم. نازنین جان یکم شبیه زنای معاشرهای تازمون شو، یکم بهتر لباس بپوش. این من جدید و تو ساختی فرهاد، یادت رفته؟ تو به سه قرص پروزار گرفتم وسط گوشتم لبه تخت. برد بابا، من واقعا از شما ممنونم. برای چی؟ اینکه به هم اعتماد دارید، هیچی ازم نمیپرسید. خب اگه گفتنی باشه میگی لابد. فقط دوست ندارم خودتو به خطر بندازی. لیلا خانم هیچ وقت هیچ چیز مهمی تو کیفه نبود. اگه کمک نمی رسید من مقاومت نمی کردم، کیفو بهشون می دادم. طفلکی، این روزا که همچین کاری واسه کسی می کنه. چرا برگشتی تهران جاسم؟ چه کار نیمه تمومی داری که برگشتی؟ چرا دوباره سر کلت پیدا شد جایی که خودت میدونی؟ من سال هاست منتظرم که حسابای قدیمی رو با تسویه کنم.